سومین روز آبان ماه برابر با 25 اکتبر سال 1260 خورشیدی برابر با 1881 میلادی، زادروز پابلو پیکاسو، مجسمه ساز، کندکار و سرامیست و مشهورترین نقاش قرن بیستم و بنیانگذار کوبیسم که در مالاگای اسپانیا به دنیا آمد و از کودکی به نقاشی علاقه‌مند بود. وی در 20 سالگی اولین نمایشگاه آثار خود را به راه انداخت و قدم در راه موفقیت و شهرت نهاد. با این حال زندگی را در نهایت فقر سپری می‌گذراند. تشریح و تجزیه اشکال به دست پیکاسو منجر به پیدایش سبکی در نقاشی گردید که به کوبیسم شهرت یافت. اساس کوبیسم این بود که یک تابلو یا مجسمه کوبیستی یک رویداد یا اثر تجسمی است که در نفس خود مجرد از طبیعت و مستقل از محدودیت‌های اشکال طبیعی باشد. در کوبیسم خطوط و شکل‌های طبیعی معمول در هم ریخته شده یا از هم گسیخته‌اند و شکل‌های غالباً هندسی تازه‌ای به وجود می‌آید که بیشتر نمودار ذهنیات نقاش است، هرچند که هدف از آن رسیدن به نوعی عینیت در هنرهای تجسمی است. کوبیسم به سرعت در میان گروهی از نقاشان فرانسوی نفوذ کرد و نخستین تابلوی کوبیسم طوفانی در محافل هنری برانگیخت. تلاش و جستجوی پرشور پیکاسو در زمینه‌های گوناگون همچنان ادامه یافت و بدون پایبندی به یک شیوه خاص از شکل‌ها و روش‌های مختلف الهام می‌گرفت. پیکاسو دارای هزاران تابلوی نقاشی رنگ روغن، سیاه قلم، مجسمه، کندکاری و غیره بود و آثار هنری فراوانی از دیگر هنرمندان نیز جمع‌آوری کرد. پیکاسو به مدت بیش از 70 سال به خلق آثار هنری گوناگون پرداخت و تا 90 سالگی همچنان پرکار و پرنشاط بود. سال 1302 خورشیدی برابر با 1923 میلادی، انتصاب رضاخان میر پنج به نخست وزیری توسط احمدشاه قاجار. پس از کودتای سوم اسفند 1299، هرچند رضاخان همواره با شاه رفتاری محبت‌آمیز داشت، اما به صورت مداوم با نخست وزیرهای وی در جنگ قدرت به سر می برد. با انتصاب وی به سمت وزارت جنگ و ادغام نیروهای قزاق، ژاندارمری و نظمی از سوی سردار سپه و به وجود آمدن ارتش ملی، عملاً قدرت وی نیز افزایش یافت. بنابراین پس از چندی، نخست وزیر وقت مشیرالدوله از سمتش استعفا کرد و شاه پس از انتصاب سردار سپه به نخست وزیری ایران را به مقصد اروپا ترک کرد. با خروج احمدشاه از ایران، رضاخان عملاً همه کاره ایران شد. سال 1371 خورشیدی برابر با 1992 میلادی، در گذشت ادیب، شاعر و مترجم معاصر ابوالقاسم عبدالله متخلص به حالت که در تهران به دنیا آمد، پس از اتمام دوران دبیرستان به شاعری روی آورد و وارد انجمن ادبی ایران گردید. وی پس از چندی در هفته‌نامه فکاهی توفیق سردبیری را به عهده گرفت. ابوالقاسم حالت علاوه بر آن که با برخی جراید و هفته‌نامه‌ها همکاری می‌کرد، در اشعار غیر فکاهی نیز موفق بود. فعالیت‌های او بسیار گسترده و شامل سرودن شعر و ترانه، نویسندگی و ترجمه می‌شد. وی در اشعار طنز و فکاهی سرآمد طنز سرایان متأخر بود و بحر طویل را او ابداع کرد. حالت شاعری قدرتمند و توانا و دانشمندی محقق و مترجمی زبردست و ماهر بود که به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و عربی تسلط و آشنایی کامل داشت.